خانم آقایان سلام، به برنامه دورج خوش اومدید. من علیرضا خنجری هستم و در این برنامه میخوایم با شما باشیم با موجودی وهم‌انگیز. افسانه قدیمی در ایران باستان هست که میگه در بهار که باران میبارد و آسمان آفتابی است، زمانی است که توله گرگ‌ها به دنیا میآیند. اولین بازدید من از اینجا کمی بعد از ازدواجمون بود. جان پیشنهاد کرد که برای کانو سواری به پارک آلگانکین بریم و من با ساده لوحی پرسیدم چادرم میزنیم؟ اون گفت نه. من پرسیدم پس کجا میخوابیم؟ خب اگه بارون بباره زیر کانو. و از غذا اون شب بارون بارید و کیسه خوابای ما کاملا خیس شد. مه پایین اومده بود و همه جا رو پوشونده بود. صبح که بیدار شدیم هیچ جا رو نمیدیدیم، ولی یه زوزه کشیدیم و چند تا گرگ جواب دادن. خب ما تصمیم گرفتیم به سمت صدا پارو بزنیم. بعد یواش یواش مه بالا رفت و یه دفعه روی تخت سنگ جلومون سه تا گرگ ظاهر شدن. خب فکر کنم میتونستم همون موقع ازدواجمو به هم بزنم و برم، ولی این کارو نکردم. این تجربه برای من واقعا هیجان انگیز بود. اولین ملاقاتم با گرگا بود و الان که 37 سال از اون موقع میگذره هنوزم تو این منطقه هم. مردم گرگا رو موجوداتی زیبا میدونن و براشون احترام قائلن. به نظر اونا این یه بخشی از طبیعته که در حال نابودیه و به زودی دیگه در هیچ جای این کشور دیده نمیشه. برای اونا آوای وحش، آواز گرگا معنای زیادی داره. اگر در گرگومیش صبح یا غروب به موجودی برخوردید با پوزهی دراز و چشمانی نافذ و هیکلی تنومند، از کجا تشخیص بدید که این گرگ یا سگه؟ این رو محمد علی اینانلو در جاده مهاباد به سردشت برای شما توضیح میده. یا مثلا با عنوان مثال همین که شما دارید میبینید، به طور قطع انسان و حیوان اهلی خودش، یعنی سگ اهلی خودش، به این دلیل گرگ نیست که گرگ همیشه دمش افتاده و به حالت نیمه افتاده است. هیچ موقع گرگ دمش به این صورت نیست و فقط سگه که دمش به این صورته. در نتیجه انسانی است که حیوانی رو اهلی کرده. در اینجاها هم به همین صورت، یعنی اصلا عجیبه که اینجا داره اهلی شدن و اهلی کردن حیوانات رو برای ما میگه در این روزنامه. فکر میکنید گرگ قرمز چه رنگی باشه؟ 98 آنان پس از چند سال آزمایش های ژن‌شناختی به کشف حیرت انگیزی رسید. یکی از نتایج حیرت آور پژوهش ما که فکر میکردیم درباره گرگ خاکستری این بود که گرگی که اینجاست گرگ خاکستری نیست. همه از این کشف متعجب شدند که گرگ مورد مطالعه ما در واقع گرگ قرمز نه خاکستری. دو گونه گرگ در دنیا وجود داره که هر دو در آمریکای شمالی زندگی میکنند، یکی گرگ قرمز و یکی گرگ خاکستری. ما فکر میکردیم گرگ قرمز در شرق آمریکای شمالی، ظاهرا حدود جنوب شرقی از جنوب ویرجینیا تا فلوریدا زندگی میکنه و گرگ خاکستری در بقیه آمریکای شمالی. ولی گرگ‌های قرمز بین سالهای 1965 و 1970 در طبیعت منقرض شده بودند. دولت ایالات متحده فقط یک جمعیت از گرگ‌های قرمز وحشی رو با هزینه بسیار بالا به کارولینای شمالی برد.
که حالا تو اسارت زندگی میکنن. کشف جان و مری بر وجود گونه ای نادر از گور که حتی تصور میشد در کانادا وجود نداشتند، به سبب عقاید بحث‌انگیزشان درباره کاهش جمعیت گورکا در پارک مشکوک به نظر میرسیدند. حتی مایکل در ابتدا باور نکرده بود. سالای اول ما همیشه در عجب بودیم که چرا گرگای اینجا انقدر کوچیکن و رنگشون براقه. من تو اونتاریای شمالی گرگا رو دیده بودم. اونا ظاهر متفاوتی داشتن، بزرگتر و خاکستری‌تر بودن و بالاخره وقتی من اون چیزایی رو خوندم که درباره وضعیت گرگ قرمز و نتایج دی ان ای نوشته بودن، به این نتیجه رسیدم که بله، حق با اوناست. پارک آلگانکین یک شبه دجه یکی از نادرترین جانوران دنیا شد، ولی آیا حتی یک پارک میتواند آنها را حفظ کند؟ زمین ما انسانها سرشار از عجایب دیدنیه. یکی از این عجایب همزیستی مسالمت‌آمیز صحرایی‌ست گرم و دریایی سرد که فقط یک وجه مشترک دارن و اون سوزان بودنشونه. در اینجا، در این ساحل دور، دریای سرد جنوب اقیانوس اطلس به صحرایی علف پهلو می‌زند. به همین دلیل است که خشکی نازاست ولی دریا خوش‌فرزند است. در اینجا این گروه مرغان دریایی گرد خوک دریایی جمع شدند و به آن نوک می‌زند. و در آنجا مردمان از سخاوت دریا سود می‌برند و از این ساحل ناملایم ماهی می‌گیرند. در میان خشکی، آنجا که صخره‌ها راه را بر ماسه‌های ساحلی گشودند، بقایای معدنی متروک بر جای مانده است. در میان بیابان، معدنی متروک و تهی شده از الماس هنوز در خلوت خود پا بر جاست. اینجا سرزمینی است بی آب، بی گیاه و کم جانور. یکی از آنها گرگ ساحلی است. این ساحل مهتابی خانه اوست. او بر این ماسه ها که گورگاه جانوران دیگر است چنگ میزند و ستیش میزند. بر این ماسه های داغ از کوره آفتاب تنها همدم دشمنی است که بر گذرگاه چنبره زده است. کفتار قهوه‌ای اگرچه در گروه های کوچک زندگی می کند، اما باید به جستجوی غذای خود بپردازد. تنها و سرگردان در سرزمینی پهناور، اما کم غذا پرسه می زند. قلمرو این کفتار 200 کیلومتر مربع مساحت دارد. این کفتار نر است و در حال گشت زدن در مرزهای قلمرو خود، مرزهایی که ماسه‌های ساحلی را از کوه‌های مجاور جدا می‌کند. اینجا گله‌ای از غزال‌های آفریقایی در میان گیاهان نامتراکم صحرا می‌چرخند، اما او جانوری به این بزرگی را نمی‌تواند شکار کند. این نر در قلمرو خود تنها نیست. این جفت اوست که در کنام خود نشسته است و از ستونش مراقبت. چند ماه بیشتر از عمر توله‌ها نمی‌گذرد. آنها هنوز نمی‌توانند غذای خود را بیابند. گهگاه افزون بر شیر مادر، از غذای جامد هم که به کنام آورده می شود می خورند. اما پدر هم امروز دست خالی بازگشته است. Though
people are long gone. مردمان هنوز به اینجا میآیند، هنوز هم در این سرزمین متروک جایی برای ماهیگیری وجود دارد. این قطار به شهر لودرتیس می رود، محلی در میان قلمرو این کفتار که در آن می تواند چیزی برای خوردن به چنگ آورد. خیلی خوب می شد اگه می تونستم از روی چهره قضاوت نکنم، حتی اگه مقابلم یک گرگ قرار داشت. اکنون هوا کمی خنک‌تر شده است و توله‌ها از کنام خارج شدند. در هر کنام به ندرت بیش از سه توله وجود دارد، بنابراین از آنها خوب مراقبت می شود، حتی از این گوش دراز که از همه کوچکتر است. معمولاً وظیفه مادر نگهداری و مراقبت از توله هاست. توله های سال پیش نیست که بالغ شدند پیش مادر می مانند. وظیفه همه اعضای کنام آوردن غذاست. اما قلمرو این جفت چندان سخاوتمند نیست. آنها به زحمت غذای بخور و نمیری پیدا می کنند. بنابراین زحمت بزرگ کردن توله ها برگردن مادر و پدر است. پدر از راه می رسد اما نمی تواند مدت زیادی در کنار خانواده بماند. توله ها در مسابقه ای برای رسیدن به شیر مادر تلاش می کنند. اگرچه پدر وقت زیادی برای نوازش بچه ها ندارد، اما در عوض مادر نسبت به فرزندان توجه لازم را دارد و در بازی کردن با آنها کوشش می‌کند. پدر بار دیگر در این صحرای برهوت به جستجوی غذا می رود. بار دیگر بویی ناخوشایند، بوی متجاوزی در فضاست. کنام؟ برای بررسی گرگ ها یکی از مکان های خوب کنام آنهاست، جایی که زندگی می کنند. مثل اینکه امسال گله جک پاین بازم از این منطقه استفاده کرده. بله، به نظر میاد که از اینجا استفاده شده. میتونی جای پنجه هاشون رو ببینی؟ اون جای پنجه ها رو میبینی؟ اینا تازه تر از پارسالی ها. کل منطقه رو تازه کندن. چرا قوه داری؟ بازم جای پنجه. ببین اونجا. آره ببین چطور همه جا رو کندن. اونجا رو میبینی؟ جای پنجه است. سمت راست رو نگاه کن. یه موجودی از اینجا استفاده کرده، چون معمولا یه عالم آشغال و تار عنکبوت اینجا پیدا می شد، ولی این یکی پاک شده. این واقعا کنام خوبیه، میشه بازم ازش استفاده کرد. خاکشنی راحت کنده میشه. در واقع وقتی به رد پاها نگاه کنی مثل پرهای چرخ میمونه. همه به یه نقطه مرکزی ختم میشن و بیشتر از پارسال استفاده شدن. خانم آقایان، این برنامه دورج بود که دیدید. دورج در لغت به معنی صندوقچه‌ای که در اون اشیاء ارزشمند و گران قیمت رو نگهداری می‌کنن. حالا دورج شبکه چهار که سرشار از تصاویر قیمتی هست در اختیار شماست. فقط شما میتونید از طریق آنچه که در ذهن خودتون دارید به صورت موضوعی و البته جزئی به این دورج دسترسی پیدا بکنید. به این شکل که بیاید موضوعی رو انتخاب بکنید، به ما بگید، ما آنچه که تصویر درباره اون وجود داره انتخاب میکنیم و از طریق این برنامه برای شما پخش خواهیم کرد. انتخابش